بسیار تشکر و شلوم حضور دوستان عزیز. دیورتورای پارچای سب این هفته لیلوی نشامت کل شخن آفار، به خصوص آقای ماشالله بن شلومو ملقب به سعید کاکولی، همچنین ابراهام بن شیمون ملقب به دکتر شیفته اختصاص داره. همچنین به رفاه شما تمام مریضان و سلامتی تمام دوستان در نظر داریم. شبات قبل از پسخ به شبات گادول معروفه به خاطر نس بزرگی که در اون روز اتفاق افتاد. البته دلایل متعددی در این مورد موجود هست. میشنا برورا همچنین هتور میفهمن که در سالی که اسرائیل ها از مصر خارج شدن روز دهم نیسان روز شبات بود، عیناً مطابق امسال که واقع شده. اقوشبلخو فرمود که هر خانواده‌ای برای خودشون یک برهی رو تهیه کنن و اون رو بکشونن و بیارن داخل منزل و اون بره رو به تخت خواب خودشون ببندن و مصریان میدیدن و میپرسیدن که این کار برای چیه؟ به علت این که این حیوانات معبودان مصریان بود و گرچه ترسی که بر روی مصریان واقع شده بود از طرف اسرائیل ها، جرأت هیچ گونه مخالفت با اسرائیل ها نداشتن، ولی که از نظر اونها بزرگترین توهین به خدایانشون اطلاق می شد و این بود که اسرائیل ها باید بود بره رو به اصطلاح بکشونن بیارن شقیدا کنن و اونها رو شب پسخ کبابشون کنن و صرف کنن و این نس بزرگی بود که شبات قبل از پسخ واقع شد و نام اون شبات به نام شبات گادول معروف شد. سوال میشه که چرا باید این موضوع به نام شبات اطلاق بشه؟ بلد که شبات نیروی بزرگ و عجیبی داره که باعث تقویت ایمان دوست دارندگان و نگه دارندگان شبات میشه. چطوری؟ گمارا در مسخه شبات میفهمد که کل شمر شبات کلخاتو افیل و آود عبودازارا مخلیملو الکل عبونتاف، هر شخصی که شبات رو مطابق با هلاخا و قوانین مربوط به اون نگه داره و محترم بشموره تمام گناهان اون بخشیده میشه. خب حالا شمید بارخ دستور مربوط به مثلا تهیه کردن قربان پسخ رو در شبات به اونها اطلاق فرمود تا باعث تقویت ایمان و اعتقاد اونها بشه و از عبودازارا دور بشن و به عبادت هشمید برخ نزدیکتر بشن. اما توی که دوران میفهمد که میشخو خلاخم بره ها رو بگیرید بکشید اونها رو، اینجا راشیزال توضیح میفهمد که منظور مثلا دست از عقاید و خرافات مسیا بردارید و ایمان و اعتقاد خود رو به عقوشلخو قوی تر کنید. متاسفانه عده کثیر از اسرائیل ها به عقاید مصری ها گرویده بودن و بت پرستی میکردن و این موضوع به طوری که هنگامی که قریت یمسوف و باز شدن دریاها رسید فرا به اصطلاح فرشتگان اومدن به هشمید برق گفتن که پس چه فرقی بین اسرائیل ها و مصری هاست که عقوشلخو میخواد فقط به خاطر اسرائیل ها نیز کنه و اونها رو نجات بده و یا دریاها رو بشکافه، در صورت که هم اسرائیل ها هم مصری ها بت پرستی میکردن در مصر، پس فرقی با هم ندارن. اینجاست که حقشلخو جواب میده که بنه بخوریته، اینا فرزندان اولزاد من هستن که ریشه و اساس اونها از پدرانشون، اصالتشون از پدرانشون هست. میدونیم که وقتی که قایم مرتکب خطای قتل برادرش شد، هبل رفت و تشوع کرد، هشمیدبرق از اون مرحله اون رو بخشید و به صلاح موقعی که داشت برمیگشت
به آدمانشون برخورد کرد و آدمانشون از او پرسید که کجا بودی، گفت رفتم که شوا کردم، بخشی شدم و نجات اومدم. در اون انگام آدمانشون متوجه قدرت تشوا شد. در اون لحظه او هم به همین فکر افتاد و به حضور هشم برخ رفت و تشوا کرد و برای اون تشوای خودش اون میزمور شیر لیوم هشبات رو که ما هر شبات قرارت میکنیم اون رو سرایید. خطای آدم چه ربطی با میزمور برای شبات داشت و چه ربطش میدن به شبات؟ به فارشیم توضیح میفهمم که شبات کل نیروی تازگی و جدید شدن در آفرینش رو داراست. هر خوش به خود در 6 روز دنیا رو آفرید. روز ششم، هفتم، روز در پایان روز ششم، روز هفتم شبات بود، مقدس شمرد و میدونیم که شبات نیرو و برخا میده به تمام روزهای هفته. آدم گفتش که مشاهده میشه که تشوا یک روح جدیدی از قدوسیت در انسان میدمه و این تشوا وابسته به نیروی شبات است. و اینجاست که خزار میفهمان که خدش یا منو که قدم درجه تمام نیروی تشوا از شبات گرفته شده. هدف حق شلوخو آگاهی فرزندانش از دست برداشتن از بت پرستی و نزدیک شدن به قدوسیت مثلا اصل و عبادت عقاشون خوب بود. هشم فهمود که تورا و حلقهایی که من در پایان 50 روز به شما میدهم صرفا به منظور تفهیم فرزندانم هست که آگاه بشن که زندگی با قدوسیت نه تنها در بیت کنست، نه تنها در بیت میدراش، نه تنها در زندگی روزانه که هست میشه، بلکه حتی همه جا، حتی در چهارچوب درب منزل که باید بود با خون علامت میذاشتن و بر اون چهارچوب علامت میذاشتن و حتی با بستن یک بره بر پای تخت خوابشون که به اصطلاح دستور هشم رو انجام میدادن، همه جا حتی در اتاق خواب یافت میشه و برای داشتن یک زندگی نوین و سالم و کاشر همه باید طبق قوانین تورا و هلاخای تورا رفتار و زندگی کنند. یکی اینجا باید مطلع بود که حتی اتاق خواب و به خواب رفتن دارای هلاخوت مختلف و قوانین سعی زندگی بسیاری که باید آموزش دید، همونطور که تعلیم می فهمد همیشگاوی بللوت. امسال پسخ در روز پنجشنبه واقع شده، اینن مطابق با سالیه که اسرائیل ها از مصر خارج شدن در دهم نیسان، یعنی اون روزم شبات بود، یعنی دهم نیسان مطابق روز شبات که همون شبات گادول هست و هشم شبات گادول تمام دستورات لازم رو به موشه و به اسرائیل ابلاغ فرمود. روز پنجشنبه اول پسخ اسرائیل ها از مصر خارج شدن. از طرف دیگر هم در سفر شعریت منخم توضیح میده که همه مطلع هستن که پسخ تمام غلات دین میشن، تمام محصولات دنیا و به اصطلاح روش هشانه برای غلات هست که دین میشن و حکم میشن، روش هشانه لتوعوت. در نتیجه دین و محاکمه بر روی پرناسا و روزی یک سال آینده هست. در نتیجه این شبات نیرو میده به تمام ایام سال برای داشتن پرناسا تو، و روی همین است این شبات به شبات گادول هم معروف شده. این دلیل دیگه است. در سفر شیبوله حلقت میفرماد که روی اصل این که در این شبات ربانی مشغول به آموزش هلاخه‌های بسیار زیادی در مورد پسخ هستند که به مردم آموزش بدن و روز هم طولانی است، روز شبات به این شبات شبات گادول نامیده میشه. در سفر اوللوت افرایم از کلیاغار میفهمد که از شبات قبل از پسخ اسرائیل ها واجد شرایط مخصوصی از طور شدن و برای انجام
تعدادی میسوات که باید بود تا رسیدن به پسخ اونا رو انجام بدن. در نتیجه این شبات به نام شبات گادول نامیده شد. همانند یک نوجوانی که با رسیدن به سن 13 سالگی زمان بر میسواش هست و به اون میگن که دیگه حالا بزرگ شده و مرد شده، حالا هم این شبات در اسرائیل شبات گادول مفهوم میشه. پارشا که میفرماد سب دهران بر کلمه سب تفسیر میشه که این لغت لفظ زیروز و سری بودن زیرزود در انجام میسوته که اگرچه قربانی اولا داره نام میبره و میدونیم که قربانی اولا همه سوخته میشد تماما و ظاهرا منفعتی از لحاظ مادیات یا خوردن گوشت اون برای کهنیم نداشت، لذا تو را میفهمد که برای انجام تمام میسوت باید حد اکثر شتاب و سرعت رو انجام داد. از طرفی هم موشه ربنو دید که هشمین برق دستور داده که و گفت که ویدبر ادونای موشه لمور سب تهران، حروف آخر موشه لمور سب ات میشه تو را. موشه ربنو به هشم میگه که بحث روی قربانات هست، زمانی که فرزندان تو بیت المقدس ندارن در نتیجه قربانات هم برای کفاره گناهانشون ندارن و نمیتونن قربانی بیارن، پس بعد چی کنن؟ هشم برخ فرمود که زود هتو را لا اولا لمین خواب لختار دل آشام و لمیلویم و روزه و خشیرامیم. این از قوانین قربانی سوختنی، هدایه آردی، قربانی خطا یا قربانی های تقصیر و انتصاب به کهونا و ذبح سلامتی. به اصطلاح میدونیم که در گمارا مسخت مناخوت فصل 13 بحث روی این پاسخ میفهمه که هر شخصی که مشغول به تورا خوندن و انجام میسود تورا میشه دیگه احتیاجی به هیچ کدوم از این قربانی ها نداره. روی همین اصل هشمین برق میموشه برمود که سب اد اهرون و حروف آخر کلمات موشه لمر سب ات کلمه تورا رو به رمز به ما نشون میده که با خواندن تورا میتونیم جای تمام قربانی ها رو پر کنیم. امیدواریم که به زودی هشمین برق در دوران ما آبادی به تمقاش رو به ما نشون بده و ما لایق دیدار اون باشیم و برای همگی آرزو میکنم که شباتی پر از سلامتی و نخت و آرامش خاطر داشته باشند. شبات اگادول شلوم مبارک.